بچه سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. صدای من رو دارید؟ این ندارم چیز رو. خیلی خوب، توی این جلسه ما فصل تابه، یعنی میشه فصل چهارم جزوه، این جلسه فصل چهارم جزوه رو میخوایم کار کنیم. هفته قبل کار کردیم، انشاءالله امروز هم ادامه اون تست ها رو میخوایم با هم کار بکنیم که ببینیم تا کدوم سوال میرسیم. خب سوال اولی که میخوایم بررسی بکنیم سوال سه جزوه هست که مربوط به سوالهای معادلات براکتی هستش. خب ما یه مروری هم بکنم، این سوالها رو من از عمد گذاشتم که یه مروری هم توی کلاس داشته باشیم، یعنی از قدیم، یعنی من دوباره میام اینجا یه مروری میکنم از معادلات که شما براتون مرور بشه. خب توی یکی از ویژگی‌های براکت چی بود بچه‌ها؟ عدد صحیح، مثلا x به علاوه a، اگه این a عدد صحیح بود، عدد a میمد بیرون میشد x به علاوه a. خب این اگه به شرط عدد صحیح بودن، ولی اینجا x که عدد، این در واقع یک چهارم که عدد صحیح نیست، حالا بعد اینجا چی کار بکنیم؟ خب اینجا ایدهش چیه بچه‌ها؟ به نظر شما عدد صحیح میاد بیرون، ولی اینجا عدد صحیح نیست، باید چی کار بکنیم؟ به نظر شما؟ خب ضرب در 4، نه ضرب در 4 نمیشه کرد. ببین من می‌نویسم چی؟ x به علاوه 1/4 اینجا به علاوه، نکن اینجا منهای 11/4 چجوری میتونم بنویسم؟ میتونم بنویسم x به علاوه 1 ÷ 12 / 4 منهای 3 ≡ 0. این تکنیکی که بهتون گفتم، نکن تکنیک، حالا من تو کلاس ها بهش میگم تکنیک گلابی. مثلا من 5 تا گلابی دارم، میتونم چی کار بکنم؟ میتونم بنویسم 2 ÷ 3، یا میتونم 1 ÷ 4، یا میتونم بنویسم 0 ÷ 5، یا میتونم بنویسم -1 ÷ 6. به شکل‌های مختلف میتونم تبدیلش بکنم، ولی من به اون چیزی تبدیل میکنم که لازمش دارم. خب اینجا چی لازم دارم؟ اینجا دوست دارم شبیه 1/4 بشه، یعنی یک چهارم از توش در بیاد. پس من اون منهای 11 رو مینویسم، نکنم منهای 11 رو مینویسم 1 ÷ 12. فرق نکرد که حالا چه اتفاقی میفته، حالا میشه x و این x به علاوه 1/4 که هست، اینجا چی؟ اینجا میشه x به علاوه 1 ÷ 12 / 4 میشه منهای 3، اینجا هم منهای 3 ≡ 0. خب حالا اومدیم به این رسیدیم. الان اتفاقی که داره اینجا میفته چی هست بچه ها؟ اینجا اینه که این منهای 3 عدد صحیح هست و از این میتونه بیاد بیرون. در واقع این به این شکل میشه x به علاوه 1/4 به علاوه x به علاوه 1/4 منهای 6. نه منهای 3 میاد با این منهای 3 جمع میکنه، میشه منهای 6، میره اون سمت دیگه، من مستقیم میسم میشه 6. حالا دقت بکنید، اینجا من یک براکت x به علاوه 1/4 دارم، اینجا هم یک براکت x به علاوه 1/4 دارم، پس میشه 2 تا براکت x به علاوه 1/4 مساوی با چند؟ 6. خب حالا من نگاه کنم، میخوام براکت یک کار کنم، براکت تنها بمونه، تقسیم بر 2 میکنم، پس براکت x به علاوه 1/4 مساوی با 3. ویژگی، یکی از ویژگی های قدر مطلق چیه؟ وقتی رسیدیم به همچین چیزی، یعنی اومدیم رسیدیم به براکت x مساوی با یه عددی، من میتونم این براکت رو باز کنم، بگم x های بزرگتر مساوی n کمتر از n به علاوه 1. خب اینو داشتیم دیگه، من قبلا هم توضیح دادم کامل. اینو اینجا باز میکنم، میشه x به علاوه 1/4 بزرگتر مساوی 3 کمتر از 4. خب حالا اینجا ما الان نکن رسیدیم به x به علاوه 1/4، در واقع x به علاوه 1/4 بزرگتر از 3 کمتر از 4. من چی رو لازم دارم؟ من خود 3 x رو لازم دارم. خب پس می نویسم برای اینکه در واقع به خود x برسیم، از طرف 1 1/4 کم می کنیم، چون اینجا به علاوه 1/4 داریم،
از طرفین یک چهارم کم میکنیم. من برای اینکه خیلی در واقع شلوغ نشه اینا رو میارم این سمت بالا مینویسم. خب از طرفین یک چهارم کم بکنم میشه 3 منهای یک چهارم بزرگتر مساوی x کوچکتر از 4 منهای یک چهارم. اگه من اینا رو مرتب بکنم این مخرج مشترک بگیرم میشه x های بزرگتر از 11 چهارم کمتر از 15 چهارم. الان اگه مقایسه بکنیم این شد a، در واقع a شد 11 چهارم و 15 چهارم هم میشه b. حالا b منهای a رو میخواد میشه 15 چهارم منهای 11 چهارم میشه چند؟ 4 چهارم که میشه 1، گزینه 2 میشه. نه از این قسمت درسته بچه ها؟ اگه سوال داریم بپرسیم. پس مرسی، این یک حل یک معادله در واقع براکتی. نوشته بچه شماره من دادیم؟ شماره چی دادم؟ برای کتاب تو تلگرام من پیام دادیم؟ فکر نکنم. درست، حالا بعد از کلاس باز من یادآوری بکنم که بهتون بگم. خب بریم سوال بعدی. ها اون که سوال خودمه، اون که میگم سوال خود، اون شماره خودمه. شما اتنا اشتباه نوشتین یادداشت 0915 858 49. خب بریم مثال بعد. مثال بعد که این رو قبل جلسه قبل حل کردیم، 5 رو هم حل کردیم، این 6 رو بعد خودتون چیز بکنید. 7 سوال 7 رو بچه حل بکنید. سوال 7 گفته در چند نمودار زیر مجموعه دامنه و برد یکی میشه. خب بچه ها گزینه الف، الف دامنه شو من میخوام بررسی کنم. دامنه این چی میشه بچه ها؟ دامنه این میشه، گفته چند تاش با هم برابرن، میشه از یک باز تا دوی باز. نیا کن، از یک باز دامنه میشه اینجا، نیا کن، در واقع از صفر باز، ببخشید، از صفر باز تا دوی باز، از اینجا میره تا اینجا، از صفر تا دو، این میشه دامنه. حالا برد چی میشه؟ برد چی میشه؟ میشه از صفر باز تا دو بسته. پس این دوتا با هم برابر نیستن. آره با هم برابر نیستن. اوکی شد؟ حالا بریم ب. چقدر دوست دارم وقتی که اینقدر تایم تا کنکور زیاد داریم و دونه دونه سوالا رو با هم تحلیل میکنیم، بررسی میکنیم و یاد میگیریم از سوالها چیزی رو. خب میام اینجا. اینجا بچه ها دامنش چی میشه؟ دامنه این میشه از صفر باز، نه اینجا صفر باز، تا دوی بسته. نه کن تو یک، تو یک درسته ایکس یک الان اینجا بازه ولی اینجا نمیکن بسته، پس یک تو دامنه هست. این از دامنش. بردش چی میشه بچه ها؟ خب بردش میشه نگاه کن کمترین ارتفاعی که ما داریم در واقع صفره، اینجا توی اینجا کمترین ارتفاعمون صفره،
میشه از صفر بسته تا دوی بسته. نکن توی اینجا کمترین ارتفاعمونه، بیشترین ارتفاعمونم دوی. ما اینو یادتون باشه، ما میگیم برد یعنی کمترین ارتفاع تا بیشترین ارتفاع. خب این از این موضوع. پس اینجا هم با هم برابر نیستن، اینجا هم برابر نیستن، اینجا هم با هم برابر نیستن. حالا میریم گزینه جیم. توی جیم دامنه میشه چی بچه ها؟ میشه از منفی یک باز تا دوی باز. نکن اینجا الان این توی دامنه نیست ولی یک هست. چرا؟ چون در این نقطه ای که الان من رنگ سیاه اینجا نکن، اینجا درست اینجا بسته است، اینجا بازی نکن، پس یک توی دامنه هست. خب بعد بردش میشه چی؟ این دامنه بود، بردش میشه چی؟ میشه از منفی کمترین ارتفاع اون بچه چنده؟ کمترین ارتفاع اون منفی یکه، پس میشه از منفی یک باز. بیشترین ارتفاع اون چنده؟ دوی باز. آها اینجا با هم برابر شد، پس این دوتا با هم برابره. نه اوکی. خب بعد گزینه دال چی میشه؟ میگه آقا نیا کن دامنش میشه از منهای دوی بسته، یعنی دومون بسته است، از منهای دوی بسته. نیا کن اینجا چون توی در واقع منهای دو ما توپره، تا دوی باز، تا دوی باز. خب اینجا نکن، ولی خود صفر هم نکن، اینجا چه نقطه ایه؟ اینجا اینجا که دورش خط میکشم، اینجا صفر بازه. منهای خود عدد صفر، یعنی عدد صفر به ما توی دامنه ما نیست. حالا میخوام بردش رو ببینیم. بردش چی میشه؟ میشه کمترین ارتفاع منفی دوی بسته است، بیشترین ارتفاع دوی بازه. دیگه چیا تو برد نیست؟ نگاه کن صفر تو برد هست ولی دو سوم نیست. منهای دو سوم اگه دقت بکنید، منهای دو سوم توی برد نیست. اینجا منهای دو سوم خالیه، پس اینم یکی نیست، بنابراین میشه گزینه دو. فقط یک دونه از این توابع هست که در واقع دامنه و بردشون یکسان هستند، که اونم اینجا نوشتن. نه یه سوال شاید به نظر ساده برسه ولی بالاخره باید چیکار کنید؟ تحلیل بکنید. اینو حتما بچه تحلیل بکنید که متوجه سوال بشید. اگه سوالی ندارین بریم قسمت بعد. سلام. اوه خانم شمس از این ورا یادی از ما کردین. خب ها اوکی، صفر برای چی هست؟ شد توی دامنه. نگاه کن توی نقطه صفر، بذار من زوم بکنم توی نقطه صفر، ببین بازه، میبینی؟ یعنی اون صفر جزء دامنه نیست، خود اون نقطه صفر باز شده دیگه. صفر تو دامنه نیست، منهای دو سوم هم تو برد نیست. اوکی شد؟ آیا اسکندری اوکی شد؟ این سوال بعد، این سوال جلسه قبل حل کردیم. سوال 9. سوال 9 بچه‌ها یه مقداری برمیگرده به ترکیب توابع که ان شاءالله همتون توی 12 معلماتون بهتون گفته. بعد برای اینکه دیگه ما خیلی شاید وقت نشه به این مبحث برگردیم، من اینجا دیگه حلش میکنم، یک توضیح هم میدم حتما. خب نیا گفته اگر در تابع خطی fx مساوی با x به علاوه b با دامنه منهای 4 تا 4، اگر a کمتر از 0 باشه و f3 مساوی با c باشه،
و داشته باشیم FSC مساوی با 7. اونا رو توی کانال من پاسخهای تشریحش رو میذارم. خب اون یا اونا رو قبلا جلسه قبل حل کردم، اونایی که حل نشده یعنی بعضی جلسه قبل حل کردم، بعضیش ساده است حل میکنم و در کل پاسخهای تشریحش هم قرار میده. خب نیا کن، من الان اینجا FSC گفته شده چند؟ 7. C خودش گفته چنده؟ به جای C من چند بذارم؟ FSC. دقت بکنید، پس بذار من اینو کوچیک‌تر بنویسم. F C شده 7. خب حالا نگاه کنید، ما ترکیب توابع داریم، C رفته تو F، F باز رفته تو F. دقت کن، من اینو به صورت ماشین می‌نویسم تو ترکیب توابع. C رفته داخل F، باز F رفته داخل F، خروجی شده چند؟ 7. خب من این کار رو انجام میدم. شما بعد نکنید این روشی که میگم تو ترکیب توابع داریم، از اینجا شروع میکنی بعد ببینی C میره تو چی، باز این میره توی چه چیزی. امروز انشالله توی همین جلسه ما چند تا ترکیب توابع دیگه هم حل میکنیم که مسلط بشین. خب بچه ها اگر C بره توی F، یعنی توی این تابع F، من به جای x بذارم 3، اینجا خروجی من چی میشه؟ میشه 3a به علاوه 5. میشه 3a به علاوه 5. حالا 3a به علاوه 5 باز به عنوان ورودی این تابعه، یعنی الان 3a به علاوه 5 یک مقداره دیگه. 3a به علاوه 5 رو بذار باز دوباره توی f. یعنی چی؟ یعنی اینکه آقا به جای پرانتز، یعنی به جای اون x بذار 3a به علاوه 5، یعنی میشه a، نه به جای اون x هم گذاشتم 3a به علاوه 5 که به علاوه 5، نه من به جای این x، نه قاطی نکنید، به جای x مقدار 3a به علاوه 5 گذاشتم، جوابش باید بشه چند؟ 7. حالا این دقت بکنید، این حالا من مرتبش بکنم، اینجا مرتب میکنم، ضرب بکنم، میشه 3a2 به علاوه 5a، این 7 هم بیاد این ور میشه 5 منهای 7 میشه منهای 2 مساوی با 0. معادله درجه 2، از اول سال میگم معادله درجه 2، معادله درجه 2، معادله درجه 2 به خاطر اینجاست. خب حالا دقت کن اینجا بچه ها، آ چی میشه؟ نگاه کن، بعد معادله درجه 2 رو حل بکنی، بعد که حل بکنی مثلا بری به دست بیاری، دو حالت داریم، آ میشه یک سوم یا آ میشه، من دیگه برای اینکه این معادله درجه رو خودتون حل بکنید دیگه، اینا تکراریه، منهای 2. حتما به اینا برسیم. سوال گفته چی؟ گفته آ کمتر از صفره، پس من الان به آ که دوتا مقدار دارم این قبول نیست، آ مساوی با منهای 2 قبوله. این از اینجا. خب الان تابع من مجهول داشت دیگه، درسته؟ تابع من بود fx مساوی با ax به علاوه b. خب من به جای a میذارم منهای 2، پس الان تابع من مشخص شد، منهای 2x به علاوه 5. بذار اینجا بنویسم منهای 2x به علاوه 5. حالا ببین منهای 2x به علاوه 5، ما میگیم الان یک تابع داریم fx مساوی با منفی 2x به علاوه 5 با این دامنه. حالا بردش چی میخواد بشه بچه ها؟ بردش ما میخواییم به دست بیاریم، چون یک تابع خطیه، اینو یادتون باشه، برای اینکه در واقع تو ذهنتون هم داشته باشه من اینو رسمش بکنم، یه تابع خطی هر موقع خواستی به دست بیاری، نگاه کن مثلا همچین چیزی، چون همیشه صعودیه یا نزولیه دیگه، همیشه این ابتدای بازه رو بذار، اینم انتهای بازه، ابتدای بازه شما کمترین برد رو به شما میده، مثلا اینجا میشه C، انتهای بازه بیشترین برد رو به شما میده، بعد اصلا کم میکنی برد به دست میاد. خب الان اینجا نگاه کن، یعنی لازم نیست اینو رسم بکنی، من همیشه میگفتم رسم بکنی، یعنی تو توابع خطی مشخصه. خب من اگه منهای 1 بدم، چون بستم هست، کمترین برد میشه چند؟
کمترین برد منفی یک بدم، به جای x بذارم منفی یک میشه 2 بر 5 میشه 7، 4 بذارم منفی 2 این میشه البته بیشتر، یعنی بردش میشه این. بذار من اینجوری بنویسم r f، اگه منفی 1 بذارم میشه 7، اگه 4 بذارم 2 4 تا 8 منفی 8 بر 5 میشه منفی 3، یعنی برد شما میشه از منفی 3 تا 7. حالا اینجا گفته شامل چند تا عدد صحیح هست که میشه 11 تا عدد صحیح. آره پس نگاه کن، یه سوال خیلی مفهومی، تابع خطی رو با ترکیب توابع چیکار کرده؟ اومده و ترکیب کرده. اوکی بچه ها؟ نگاه کن شما چندمین خانم مایلو؟ خب همون مایلو ها ترکیب توابع. خب اسم گذاری مایلو من نمیدونم پسر دختره، من فیلم داشتم میخوام مایلا. خب دقت بکنید ماریو آه. الان دقت بکنید اینجا گفته F3 مساوی با C، یعنی چی؟ یعنی که آقا C عدد C، یعنی عبارت C مساوی با F3، یعنی تو هر جا C داشتی بذار F3. خب من اینجا نگاه کن به جای C تو این گذاشتم F3. اوکی؟ خیلی خوب دیگه یز سوال ده اصلا مال نهمه، ولش بعد خودت برو حل کن سوال ده مال نهمه ولش. خب سوال 11، سوال 11 الان با خود میگی اوه ها سوال خانم حنانه خب حالا اینو میخوام بگم آقا سوال 9 سوال 11 یه سالی حالا شبیه این تو کنکور اومده، بعد دیگه طراح از این خیلی یعنی بچه آز اگه بچه با من پای من پیش بیا اینه اینا رو ما بتونیم تمام کنیم تو آزمون کانون خیلی خوب نتیجه میگیرم. اینجا نگاه کن زمانی که اینجوری داد گفت اگر این عدد طبیعی باشه، خب نگفته چند، که نگفته چند، ما هر عدد طبیعی که دوست داریم چی دوست داری بچه ها؟ یه عدد طبیعی راحت بگیم یک، به جای این بذار یک. خب میشه 2x به علاوه 1 براکت 2x برای مساوی با رادیکال 7 میشه، چون گفته به ازای همه اینها قبوله. خب میشه رادیکال 7. حالا رادیکال 7 تقریبا چند میشه؟ رادیکال 7 تقریبا چند میشه؟ 2 خورده ای میشه، که براکت 2 خورده ای میشه 2، یعنی پس رادیکال 7 میشه 2 خورده که براکتش میشه 2، در نتیجه براکت 2x به علاوه 1 میشه چند؟ 2. تموم. یک عدد صحیح میاد بیرون میشه 2x به علاوه 1 مساوی با 2، یک میاد سمت راست پس 2x مساوی با 1 میشه. خب بازش کن، 2x بزرگتر مساوی 1 کمتر از 2، ما x رو میخوایم تقسیم بر 2 کن میشه x بزرگتر مساوی 1 دوم کمتر از 1. این هست. خب پس الان جواب چجوری من به صورت بازه بخوام بنویسم میشه از 1 دوم تا 1 باز. حالا به تو گزینه ها، تو گزینه ها این که دو طرفش بازه قبول نیست، این هم که دو طرفش بسته است قبول نیست. حالا یا 4 قبوله یا 1 قبوله، به جای انش بذار 1، به جای انش بذارم 1، این میشه 1 دوم و 1، گزینه 4.
درست شد؟ یه الان این سوال رو ببینی اصلا قفل میکنی سر جلسه کنکور، این سوال رو ببینی قفل میکنی. بابا قفل کردن نداره که. بریم بعدی، درسته یا نه؟ نه اینا دیگه حالت خاصه. خواهم آیا آزرپور چجوری شد رادیکال هفت؟ به جای این گذاشتم یک، به جای این بذاری یک میشه چار ضرب در یک میشه چار، یک ضرب در دو میشه دو، به علاوه میشه هفت. اوکیه؟ خب چجوری شد دو؟ رادیکال هفت یه عددیه. ببین رادیکال هفت یه عددیه بزرگتر از رادیکال 4 تقسیم بر رادیکال کوچکتر از رادیکال 9 که میشه رادیکال 4 میشه چند؟ 2. این میشه چند؟ 3. یه عددیه بین 2 و 3 که اعداد 2 تا 3 براکتشون میشه چند؟ 2. اوکی شد؟ دیگه نگاه کن. بله اینا سال کانون از سال 90 تا 99 همشون رو من جمع کردم توی یک کتاب، همشون رو تا آخر سال براتون حل میکنم، تک تکشون رو تحلیل میکنم، هر کدوم هم که ساده باشه برای خودتون میذارم. سوال چالشی قشنگیه، بعد اینا رو که حل بکنید توی کانون نتیجه خوبی میگیرید، تو آزمون نتیجه خوبی میگیرید. به یک سوال قشنگ، یک سوالی که دوستش داریم. خب سوال 12، قانون خازنه توی براکت ها یک سال نکن، یک سال شبیه این سوال اومد، یعنی اومد. من سوالش حالا یادم نیست، یعنی در واقع توی یک جزوه هم هست باید برم بگردم. یک سال از سال 90 به بعد بود. یه همچین سوال اومد که اگه بعد این رو در واقع میذاشتی داخل اون، شما یاد باشه توی براکت هر موقع اینجوری این داد که به ازای هر عدد طبیعی، نه کن گفته این یه عدد طبیعی، گفته به ازای هر عدد طبیعی برقرار هست، از این روش میتونی حل کنی. اگه از روش عادی بخوای حل کنی اصلا حل نکنی بهتره، چون یک سری مفاهیم سخته، یعنی بعد تجزیه کنی فلان کنی، اصلا ارزش حل کردن نداره، بعد حدس بزنی و فلان، همین بهترین کاره. شد شد، نشد ولش کن دیگه. آدم همه رو که نباید حل کنه، یک سری سوال ها هست واقعا. آره همه رو اینو باید برید دیگه. آره اینو باید با عدد گذاری برید. حالا من خودم با عدد خیلی چیز نیستم، ولی اینجا دیگه ببین من خودم با عدد گذاری موافق نیستم. اون جایی که من دیگه میگم عدد گذاری، ببین چیه دیگه که من میگم عدد گذاری. خب سوال 12 میگه اگر تابع ایگرگ مساوی با ایکس، جی ایکس از مبدأ بگذره. بچه ها این مفاهیم نکنی، این سوال های کانون خیلی از معلم های ریاضی و نمیدونم اینجور چیزا میگن، یا معلم های دیگه تو هر درسی. نه جی نیم ساز رو به اول نیست، فقط گفته از مبدأ میگذاره دیگه، چیزی نبود. میگن آقا سوال های کانون استاندارد نیست، درسته؟ میگن استاندارد نیست، نخونید و فلان و اینا. بعد الان تو همون کانون که میری مثلا تو میزنی 10%، ولی یه سری افراد هستن که میزن 70%. خب تو الان تو همین غیر استاندارد 60% از اون عقبی. خب پس یک جای کار میلنگه دیگه. حالا که میری سر جلسه کنکور که استاندارد میشه، تو اگه بزنی 40% اون میزنه 100%، پس بازم اون فاصله هست. پس نگید اگه معلمی دارید که میگه آقا سوالای کانون رو نزنید، این اشتباهه. بزنید آقا سوال کانون رو، بزنید گزینه‌ها رو، بزنید اصلا غیر استاندارد بزنید. یاد میگیری، یاد میگیری. من جز افرادی هم که میگم آقا تا جایی که جا داره حتما سوال سنگین حل بکنید. وقتی سوال سنگین حل میکنید باعث میشه که ذهن شما تقویت بشه و سر جلسه کنکور بشاش باشید. پس بنابراین از این سوالا به راحتی نگذرید، این سوالا در واقع سوال عمیق و مفهومی هستن. خب اگر تابع بنابراین من از هیچ چالشی نمیترسم، یعنی قشنگ میشینم سوالا رو حل میکنم، سوال سخت دوست داری پا به پای من بیا، دوست نداری برو دنبال همون دبیری که عدد میذاره، به همون دبیری که عدد میذاره بگو بیاد اینو حل کنه. ببینم با عدد گذاری حل میکنه. اگه شد من اسمم عوض میکنم، مقدار میذارم
ساناز بذارم چی بذارم؟ خب گفته اگر تابع فلان از مبدا بگذاره بقیهش و این تابع یک همین تابع fx یک تابع ثابت با دامنه فلان باشد، با این دامنه. این جمله رو دقت بکن، این جمله میام اینجا میخوایم بررسی بکنیم. این گفته یه دامنه یه تابع ثابت، خب من فعلا ببین کنم با دامنه، اوه اوه چه دامنه ای داره میده. میگه دامنه همه چیز هست، همه چی دامنه همه چیز هست به جز منهای دو و دو. خب یعنی چی؟ یعنی منهای دو و دو ریشه های مخرج هستند. خب پس بنابراین اینجا نگاه کن، جی ایکس منهای 16، ما الان میفهمیم جی ایکس منهای 16 یه تابع درجه دو هست، چون دو تا ریشه داره. زمانی که دو تا ریشه داره یه تابع، یعنی تابع درجه دو. خب حالا من یک نکته به شما گفته بودم، این آقا نگاه کن، وقتی یه هم جلسه اول، من جلسه اولم مهمترین جلسه است که رایگانم تو سایت گذاشتم، برو نگاه کن، هم جلسه اول یه پیرن خوشگلی هم پوشیدم، با همون دارم درس میدم، گفتم از ریشه به تجزیه. آفرین خانم جلالی، از ریشه به تجزیه. ما ریشه ها رو داریم منهای دو و دو دیگه. من تو کلاس ها انقدر میگم هم جلسه اول، دیگه بچه ها میگن از ریشه به تجزیه، از ریشه به تجزیه. خب یکی از ریشه ها منهای دویه، یکی از ریشه ها دویه. از ریشه به تجزیه چجوریه؟ منهای دو و دو بیار سمت چپ، بنویس x به علاوه دو در x منهای دو. خب حالا این دوتا رو در هم ضرب کن، اتحاد مزدوجه، ضرب بکنم میشه x دو منهای چهار. بچه ها این x دو منهای چهار باید برابر بشه با کل این، ولی یه چیز کم داره. میگه چی کم داره؟ میگه این چهار اون چونزه. میگم اب نداره، پس بیا چی کار کن، چی کم داره؟ پس بیا اینو ضرب در یک چهار بکن، ضرب در چهار بکنن مخرج میشه، این میشه چهار ایکس دو منهای 16. خب اگه مقایسه بکنی جی ایکس چی میشه بچه ها؟ جی ایکس میشه چهار ایکس دو. این از جی ایکس نیا کن، یک جمله گفتم از ریشه به تجزیه، از اون ریشه به تجزیه. اینقدر استفاده میکنیم که خودت هم دیگه حالت به هم میخوره. وقتی رفتی سر جلسه کنکور میگی این از ریشه به تجزیه هست، این از ریشه به تجزیه هست. خب حالا این از این موضوع. پس ما الان به دست آوردیم که پایین یعنی جی ایکس که 4x2 و پایین x2 منهای در واقع x 4x2 منهای 16. خب من این رو میام به این شکل مینویسم. بعد گفته این تابع F یک تابع ثابته، این تابع F اینا اینجا گفته یه تابع ثابت. خب میام چیکار میکنم؟ میام اینجوری می‌نویسم، میگم 2x2 به علاوه AX به علاوه B روی 4x2 منهای 16. وقتی میگم عدد ثابت یعنی عدد ثابت C باید برابر عدد ثابته. خب اینو من طرفین وسطین کنم، طرفین وسطین کنم میشه 2x2 به علاوه AX به علاوه B باید مساوی باشه با چند؟ 4CX2 منهای 16C. خب بچه ها نیا کن، وقتی میگه اینا رو دقیق دقت کنید، وقتی میگه این دوتا طرف با هم برابر هستند، یعنی گفته این دوتا با هم برابرن، یعنی چی؟ یعنی این که آقا الان ما سمت راست خبری از x نیست، نه ما x دو داریم، عدد ثابت هم داریم، ولی x نداریم، خبری از x نیست. پس بنابراین باید آ چی بشه؟ صفر بشه.
اگه مقایسه کنیم آ میشه صفر، آ میشه صفر. خب نه ضریب x رو که این ور دویه، نه که 4 سی هم باید بشه دو، پس 4 سی که مساوی با دو باشه سی میشه 1/2. خب سی شد 1/2، پس اینجا که 16 سیه میشه چند؟ 8. بی پس باید با اون ور عدد ثابت این ور که بیه با عدد ثابت اون ور باید برابر باشه، بی میشه منفی 8. تمام شد، ما همه رو به دست آوردیم، بی میشه منفی 8. خب الان دیگه بقیه شدید خودتون حل کنید، من فقط گزینش رو میگم. ما الان توی این سوال به دست آوردیم آ صفره، این مخرج رو کامل به دست آوردیم، بی رو هم به دست آوردیم. حالا سوال از ما یک عددی خواسته، گفته اف بی چنده، جی آ چنده، تقسیم منهای دو چی میشه و فلان اینا. که حالا 12 رو من اگر ببینم گزینه چند زده، گزینه 3 میشه، میشه منهای 1/4. بعد اینو به خودتون برسید دیگه، اینا دیگه سوال ساده ای که خودتون باید برسید. خب پس دقت بکنید، ما سوال ها سوال هاییه که شما رو به فکر در واقع میندازه، بعد فکر کنید که آقا این چجوری اینجوری میشه. خب نه دیگه خودتون اونجا اف بی یعنی اف بی چنده منهای 8، یعنی اف منهای 8 چی میشه دیگه. این خیلی نه با عدد گذاری نمیشه بریم. بعد پاسخ تشریحش هم من توی آره مایلو توی چیز گذاشتم، توی کانال گذاشتم، اونا دیگه خودش عدد گذاری کرده، چیز خاصی نداره. من توضیح مفهومیشو میدم. خب اینو اسکرین شات بگیرین اگه لازم داری. خب خانم نعمتی یک بار دیگه بگین از عدد گذاری و اینو، من میدونم و شما نمیدونم چم علاقه ای داریم به عدد گذاری. باز من چی نوشته رو فردا میبینم. خب اوکی نه ببین، بعد این که عدد میذاری مثلا آ رو الکی عددی بذاری و بلا اینا دیگه. ها خیلی عدد عدد گذاری میرین، بعد میرین سر جلسه کنکور، بعد اون فاتحتون خونده میشه. الان زینا کن عدد گذاری ذهن باز میخواد و حوصله، بعد میرین سر جلسه کنکور استرس داری، اعداد به ذهنت نمیرسه، چی بذاریم؟ خدا اونجا هم جواب میده، کجا جواب میده؟ تو کنکور. خب به هر حال عدد گذاری الان تایمش نیست بچه ها، یعنی من میخوام تا عید انشاءالله آموزش بدیم یاد بگیریم، بعد از عید انشاءالله آره ترا به قول آی زارعی یک جمله قشنگی گفتن. خب ولی با عدد گذاری نمیشه. آخه نگاه کن الان اینجا مثلا شما میگین عدد گذاری اف بی چند، الان بی رو چند گذاشتین خانم نعمتی؟ شما هم بی رو چند گذاشتین؟ بی رو باید بذارین منفی 8، اگه عدد دیگه ای که گذاشتین فایده نداره. الان شما به من بگین عدد بی رو چند گذاشتین که با عدد گذاری حلش کردین. اینجا اصلا عدد گذاری جواب نمیده، آ رو ندارید، بی رو ندارید، چی میخواین بذارین؟ شما هر عددی غیر از بی رو، الان آ رو بعد صفر بذارین، بی رو بعد منهای 8 بذارین، من نمیدونم شما چی گذاشتین. آره این باید ازی نمیشه و اگه هم نوشتین یه چیز اشتباهی نمیشه. خب سوال بعدی سوال 13 مطابق همون چیزی که چند دقیقه آره چند دقیقه خب گوش کن چند دقیقه پیش حل کردیم. نگاه کن باز اینجا این آشنایه دیگه، قبلا هم حل کردیم. این الان نیم مثلا با خودتون میگیم واو ویلا سه تا براکت داره، این حل نمیشه، ما که دیگه اینو فراموش میکنیم میگیم ولش کن. ولی نگاه کن اینقدر ساده است، یعنی اینقدر که ساده است خودتم میگه آقا این منهای سه الان روی این براکت ایکس که نمیشه کاری کرد، روی این براکت ایکس میگه هیچ، این ساده است. میگه بیا روی این منهای سه دوم، اینم منهای دوم، میگه که منهای سه دوم به یک دوم میتونم تبدیل بکنم. خب پس میام چی کار میکنم؟ میام مینویسم براکت ایکس به علاوه براکت x منهای در واقع 1/2 منهای 1، نه اون منهای 3 دوم نوشتم، منهای 2 منهای
بعد منهای x منهای 1 دوم مساوی با 3. حالا نیا کن اینجا دیگه این عدد صحیح شد، منهای 1 میاد بیرون. خب من دوباره بازنویسی میکنم، میشه براکت x به علاوه x منهای 1 دوم، نیا این منهای 1 رو میبرم اونور میشه به علاوه 4. اینجا هم میشه منهای x منهای 1 دوم مساوی با 4. اون منهای 1 رو مستقیم آوردم اون سمت. حالا چقدر زیبا این با یه خط خورد، قرینه هم شدن. پس براکت x شد چند؟ 4. بنابراین x میشه بزرگتر مساوی 4 کمتر از 5. این ور باز اون ور گزینه 2. ببین چیزی که سخت بود، یعنی به ظاهر سخت بود، در باطن خیلی ساده بود. اوکیه؟ اینجوریه که ریاضی قشنگ میشه. خب سوال بعدی سوال 14. اینو حل کردیم اوکی؟ اینو حل کردیم اوکی؟ اوکی؟ سوال 14. سوال 14 رو حل بکنید در تابع خطی با شیب منفی. نما وقتی میگه تابع خطیه یعنی اینه، fx مساوی با ax به علاوه b. اینجا ما نداریم fx ax، ما باید بریم سراغ با توجه به این چیزایی که دوتا مجهول داریم. یه دقت کن نما، ریاضیوار بتون صحبت کن. یعنی چی؟ یعنی بدون داری چی کار میکنی. الان اینجا داریم دوتا مجهول، یه A یه B، دوتا مجهول داریم، مجهول A و مجهول B. ما میخواییم، از ما چی رو خواسته؟ F2 رو خواسته. ما باید چی کار کنیم؟ اگه A و B رو داشتیم که سریع به جای X2 میذاشیم حل میشد. پس ما A B نداریم، چون دوتا مجهول داریم باید دوتا در واقع معادله هم درست بکنیم. یکی معادله خودش این گفته، گفته اگر به جای x یک بذاری، به جای x یک بذاری واید میشه چند؟ 2. خیلی خب من قرار میدم a به جای x یک بذارم زد دوام میشه a به علاوه b میشه چند؟ 2. اینو که نوشتم a برای میشه. حالا اینا یه ترکیب یه ترکیب تابه است. x میره داخل f، نه در واقع منهای 1 میره داخل f، منهای 1 میره داخل f، باز f میره تو f، خروجیش میشه منهای 8. خب من همین رو باز بررسی میکنم. منهای 1 بره تو f، f اینه، منهای 1 بره تو f، یعنی به جای x بذار منهای 1. منهای 1 پاک نمیشه، میشه منهای a به علاوه b، منهای a به علاوه b. پس خروجی اینجا، خروجی اینجا میشه منفی a به علاوه b. حالا باز این منهای a به علاوه b کامل میره تو f به جای x میشینه، یعنی اینجا به جای x میذارم منفی a به علاوه b. یعنی چی؟ یعنی a در منفی a به علاوه b. بعد اینجا باز یه b هم اینجا داریم دیگه، به علاوه b شده چند؟ منهای 8. خب من اینو مرتب میکنم، اینجا من به جای در واقع بی هم از این میتونم چیکار کنم؟ استفاده بکنم. یعنی در واقع به جای بی میتونم بذارم بی میشه 2 منهای آ. یعنی هر جا بی دارم میذارم 2 منهای آ. توی اینجا من اینجا مرتبش کنم، یه آ دارم یه منهای آدم، به جای بی میذارم چی؟ 2 منهای آ. بله 2 منهای آ. باز این ورم به جای میذارم 2 منهای آ مساوی با منهای 8. الان بچه ها اگه دقت بکنید، منهای آ با منهای میشه منهای 2 آ. آ در منهای 2 آ به علاوه 2 به علاوه 2 منهای آ مساوی با منهای 8. اینو که در این ضرب بکنم یه معادله درجه 2 ایجاد میشه. آ در منهای 2 آ میشه منهای 2 تا آ 2 خواهم نمتین هم با چیز میشه، بعد به علاوه 2 آ به علاوه 2 منهای آ مساوی این 8 هم یادم این ور میشه به علاوه 8. یه معادله درجه 2 شد که بعد مرتبش کنید.
بعد مرتبش کنید. خب اینو من مرتب بکنم، اینا نکن بیشتر کارهای یه چیز مهارتی، یعنی سرعت تو میره بالا. به علاوه آ به علاوه 10 مساوی با 0. حالا ان شاء الله جایی اشتباه نکرده باشیم. بذار من برای اینکه وقت کلاسمون صرف حساب کتاب نره، آره به همین رسیدیم که یکی از ریشه ها میشه آ مساوی با منفی 2 یا آ مساوی با 5/2. حالا کدوم قبوله؟ من برمیگردم به خود سوال. خود سوال گفته چی؟ شیب منفیه، پس معنی منفی 2 قبوله، بی میشه منفی 2. خب بعد اینجا گفته نکن آ شده منفی 2، بی میشه بچه چی؟ بی میشه 2 منهای آ، بی میشه 4. در نتیجه بی میشه 4. پس الان تابع خطی من این شد، اف ایکس شد منهای 2x به علاوه 4. بچه نکن ترکیب توابع رو با چی قاطی کرده؟ با تابع خطی به این شکل. خب حالا گفته اف 2 چند میشه؟ من به جای x بذارم 2 ضرب در 2 میشه منهای 4 به علاوه 4 میشه چند؟ 0. سوال اصلا سوالی که میتونه تو کنکور بیاد بهش نیاد، یعنی این سوال کجاش مشکل داره که بخواد نیاد؟ مثلا تستی داره؟ نه من توی شما مگه کجای هستم آقای مایلو؟ من علوی درس میدم چند تا مدرسه و بی نهایت مدرسه نیست. ها از کجا؟ اینو دیگه خواهم جاره، اینو یک ماده درجه 2 دیگه. خب اینو از روش دلتا میخواییم برین، از هر روش که میخواییم اینو ریشه هاشو به دست دارین دیگه. من اینجا نه اونجا ریشه هاشو به دست بیارم. آقای مایلو شما الان مشهدی هستین یا جای دیگه ایم؟ ها خب اینا توی چیزن در واقع بچه های مختلف، مثلا توی همین سایت خود کلاس بی کلاس ما سه شنبه ها کلاس آنلاین داریم، بعضی اونجا هم، بعضی از کد های مختلف هن و خیلی از بچه هم آفلاین نگاه میکنن. خب این از این موضوع. 14 اوکی شد؟ خب بریم سال بعدی. سال 15، سال قشنگ و بسیار زیبا. گفته که اگر نمودار تابع فلان ایگره مساوی با اف ایکس به صورت زیر باشد، نمودار تابع ایگره مساوی با اف براکت ایکس کدام است؟ خب باز من توی کلاس ها همیشه بچه ها گفتم اولین کاری که ما در نمودارهای براکتی انجام میدیم اینه که اول کجایی؟ اون باز روش AC رو شما داریم میگاید. خب روش AC باز بعضی جا جواب نمیده، بهتر وقتی ضریبا رو دیدین از روش اتحادا نمیده، بهترین روش همون دلتا، چون بعضی وقتا اصلا ریشه هاتون در واقع یک جوری هن که رادیکالی هن و روش AC هم که اصلا بهش میگن روش AC اون هم جواب نمیده. خب دقت کن، ما توی جلسات تدریسمون بهتون گفتیم هر جا میخوای نمودار براکتی در واقع حل بکنی شد گزینه 4 0 شد، هر جا میخوای نمودار براکتی رو رسم بکنی اول بیا چیکار کن؟ بازه بندی کن. با توجه به چی؟ با توجه به اتفاقی که روی ایکس افتاده. خب الان اینجا روی ایکس هیچ اتفاقی نیفتاده، بنابراین من میام چیکار میکنم؟ حتی من اینو میتونم با عدد گذاری هم حل بکنم، یعنی بیام اختلاف بین گزینه ها رو بررسی بکنید، اختلاف بین گزینه ها اون کارم میشه کرد، ولی میخوام الان اینجا حلش بکنم، بعد اختلاف بین گزینه ها رو شما خودتون توی خونه به عنوان تمرین حل بکنید. من میخوام در واقع درسش بدم. خب چون اتفاقی روی ایکس نیفتاده، من طول بازار میگفتم چی؟ عکس اتفاقی که روی ایکس افتاده. اینجا روی ایکس الان یه مثال دیگه هم بعد از این مثال میریم حل میکنیم، اینجا روی ایکس هیچ اتفاقی نیفتاده، بنابراین طول بازه ها میشه 1/1. خب اینجا با توجه به این میگیم ایکس های بزرگتر مساوی منهای 1 کمتر از 0،
x بزرگتر مساوی 0 کمتر از 1. خب نگاه کن، خود یک هم چون اینجا توی در واقع مثال ما هست، خود یک، من یک رو این و نمیتونم مساوی بذارم، این و اینا رو قبلا گفتم، اون بچه‌ای هم که نخوندن حتما اینا رو بخونن. اینجا x مساوی با یک رو به عنوان یک نقطه جدا قرار میدیم. خب حالا در بازه منهای یک تا صفر براکت اینا چی میشه؟ اعدادی که، یعنی گفتم اول بازه بندی کن، بعد در هر بازه براکت رو تبدیل به عدد کن. خب اینجا بین منهای یک تا صفر، اعداد بین منهای یک تا صفر براکتشون میشه چند؟ میشه منفی یک. خب پس ایگرگ میشه چی؟ ایگرگ مساوی، اینا به جای براکت، حالا به جای براکت ایکس عددش رو بذارم. الان اینجا من نگاه کن، اینجا رو دقت کن، اینجا من به جای براکت x میذارم منفی 1، به جای براکت x میذارم منفی 1، پس y مساوی با f منفی 1 میشه. خب توی این بازه براکت چی میشه؟ براکت مساوی با 0 میشه، پس y مساوی با f 0 میشه. تو نقطه 1 چی میشه؟ براکتش میشه، براکت 1 میشه 1، بنابراین ایگرگ مساوی با چند میشه؟ ایگرگ مساوی با اف یک میشه. سوال انقدر سوال قشنگی، شما شاید با خودتون بگین اوه چه ترکیبی و فلان. خب بچه ها اف منهای یک کجاست؟ اینجا اف منهای یک ارتفاع چنده؟ صفر. اف صفر چنده؟ یک. نکن تو صفر وای ما چنده؟ یک. خودش داره میگه توی یک چنده؟ صفر. خیلی خب کدوم گزینه؟ الان اصلا به گزینه برش کن، ما الان اومدیم رسیدیم به این، میگیم تو بازه منهای یک تا صفر وای من صفره، یعنی چی؟ من اینو خواهم بکشم، اصلا به گزینه ها کاری ندارم. بین منهای یک تا صفر، اینجا منهای یک، اینجا صفره، بین منهای یک بسته تا صفر باز وای من صفره، یعنی به این شکله. این از این. باز بین صفر تا یک، صفر بسته تا یک وای من یکه، یعنی صفر بسته اینجا تا یک باز ارتفاع چنده؟ یکه. تو خود اینجا، اینجا یکه، تو خود نقطه یک وای هم چنده؟ صفره. اینجوری میشه بسته، بستش اینجا میشه. خب حالا کدوم گزینه میشه؟ گزینه چهار شبیه اینه، بقیه گزینه شبیه این نیستن. ببین حالا با پیدا کردن چند تا نقطه هم به این میخوایم میرسین، ولی من میخواستم این رو شما عمیقا یاد بگیرید. حتما بچه از پارسال از براکت دو تا سوال اومده، انشالله امروز حلش میکنم. گزینه دو نشد دیگه، اشتباه کردید دیگه، معذرت میخوام. گزینه چهار الان چشم. خب نگاه کن این، چون اینجا اونایی که تو پورتو خالی نکن، اینجا نکن میبینی مساوی داره، پس منهای یک، نکن تو ایکس مساوی با منهای یک وای من چند میشه؟ صفر. این سمت راست نکن، دارم زردش میکنم. بعد توی باز اینجا نکن، توی صفر اینجا مساوی در واقع چون مساوی داره وای من میشه یک. خب ولی اینجا که صفر بازه، نگاه کن اینجا بازه دیگه، صفر از این تبعیت نمیکنه، از این بالای تبعیت نمیکنه، اینجا صفر تو خود صفر از این خط دوم تبعیت میکنه. یکم اگه در واقع نمودارهای براکتی من رو نگاه کرده باشین، حتما اینا دیگه براتون چیزای خیلی ساده و بدیهی هستن. بریم سوال بعد. بریم اوکی بچه ها یا نه؟ جواب بدید دیگه، نمیرید. خب آقا یک نوع سوال است، گفته کدام رابطه تابع نیست. اصلا من از اینا خوشم نمیاد، چون یک دانش آموز خیلی سخته که تو کنکور بخواد بعد اینا رو مثال نقص پیدا کنی، خیلی سخته، نمیاده اصلا، تا حالا نیومده. ولش کن، اگه اومدم ولش کن، چون احتمال اشتباه خیلی زیاده و کار هر کسی نیست، واقعا ارزشش هم نداره. بعد عدد تنها راهش
مثال نقص پیدا کرده. آره نمیگم مثال نقص پیدا کردنه، که مثال نقص پیدا کردن کار شما واقعا نیست، سر جلسه تجربه میخواد، تبحر میخواد. نه نمیاد آیا آزفون، نمیاد. خب مثال بزنید من برم یک مثال شبیه مثال چیز حل بکنم. اینا مثال 20 طراح کنکور تا حالا نیومده، توی 30 سالی که در واقع کنکور برگزار شده تا حالا از اون نیومده. خب حالا شانس ما بیاد، یعنی الان من دارم میگم نمیاد، بعد اومد اومد ولی نمیاد، ان شاءالله که نمیاد، امسال هم نمیاد. خب گفته آقا شکل زیر قسمتی از نمودار تابع فلان است، طول پار خط AB کدوم. نگاه کن تابع رادیکال اینجی مثلا رادیکال X و فلان اینا از تو کتابای نظام جدید حذف شده، یعنی احتمال این که تو کنکور بیاد خیلی کمه. بعد چون یکم سنگینم هست من دیگه اینا رو برای بچه ها حذف کردم، یعنی تدریس نکردم، ولی میخوام در واقع روشی که برای اینا هست رو من بهتون بگم. نه من گفتم طول بازه، میخوام خیلی سریع و سرراست، طول بازه اینو من توی کلاسم گفتم، طول بازه میشود عکس اتفاقی که روی ایکس افتاده. خب بچه ها مگر رادیکال ایکس نداریم، عکس رادیکال چیه؟ تواندو. عکس رادیکال تواندوه. خب ما اعداد نگاه کن، 0 1 2 3 همینجور تا انتها. تواندوی اینا چی میشه؟ تواندوی 0 میشه 0، تواندوی 1 میشه 1، تواندوی 2 میشه 4، تواندوی 3 میشه چند؟ 9 الی آخر. یعنی ما اینجا طول بازه‌مون توانیه، یعنی تواندو تواندو میره. خیلی خوب، یعنی طول بازه اولمون 0 تا 1، طول بازه بعدیمون از 1 تا 4. یعنی اینجا چنده؟ اینجا 1، اینجا چنده؟ 4. خب حالا گفته طول پاره خط 1 تا 4 میشه چند؟ 3. چه گزینه 2 به همین راحتی. پس طول بازه میشه عکس اتفاقی که روی در واقع ایکس افتاده. اینجا چون رادیکال ایکسه میشه چی؟ تواندو. حالا اینا باز در واقع یه سری این تالو نظام، این نظام قدیم بله، ولی تو نظام جدید شما رسم توابع رادیکالی اصلا حذف شده. من فعلا الان به اینکه گیج نشید رسم اینا رو نمیگم، ان شاء الله زمانی که من دیگه فهمیدم مسلط شدید و چیزش رو گنجایش رو دارید، حتما یه سری جلسات میذارم که اینایی که یکم سطحش بالاتره و تا حالا نیومده به نظام جدید حذف شده، احتمالی که بیاد خیلی کمه، به همین من فعلا اشکالی ندارم. خب اینو نوشتی بچه‌ها؟ نقطه تو خالیه. اینو همیشه یادتون بازه بندی که میکنید سمت چپ خالیه، سمت چپ پره، سمت راست خالیه. اینو حالا فعلا بذارید باشه، بعد یک زمانی بهتون میگم، خودم یادم هست چیا رو باید که بگم، نگران نباش. خب مثال آفرین آقای زارعی هم میگه مثال 22. حالا میخوام مثال 22 رو شبیه این، حالا من پارسالم خدا اینا رو به بچه ها حل میکردم، بعد اینو الان با هم حل بکنیم. خب مثال 22 احتمال الان بریم پاسخنامه‌اش هم بخونی چیز خاصی متوجه نشی، بعد مثال 22 رو حل بکنیم، بعد انشاءالله بریم مثال کتاب رو، مثال کنکور 99 رو هم حل بکنیم، ببینیم چقدر شبیه اینه. خب این سوال به شدت سنگینه، به شدت سنگینه. خب میگه برد فلان، یعنی اگه اینو تو الان دیده باشی میگرخی آقا این چیه، ولی میخوام اینقدر سطحش رو بیارم پایین، خوشگلش بکنم، مرتبش بکنم که قشنگ بگی این چه چیز قشنگی بود که باز از این سوال ها ما بده. خب این سوال رو حل بکنیم، بریم یه سوال کنکور هم مثل همین حل بکنیم که این سوال اومد، ببینیم واقعا اون سخت‌تر بوده یا این سخت‌تر بوده. خیلی خوب من نگاه کن، اول بیا بازش کنم. ما توابع FOG یا ترکیب توابع که تو سال 12 هم میخونیم یعنی چی؟ یعنی یک تابع رو بکن داخل یک تابع دیگه. خب
اینجا اگه دقت بکنی الان یک تابعی، خب من جدا میخوام بکنم، نگاه کن، یک تابعی به این شکل، نگاه ما یه ورودی داریم x، یه تابع دیگه داریم x منهای 4 تا x چهارم به علاوه منهای 1، این رفته توی چیه؟ تابع درجه 2، x به توان 2 شده خروجی. یعنی الان جدا کردم یه تابعی داریم مثل این، یه تابعی داریم مثل این، بعد اومده رفته داخل این یه تابع توان 2 تا اینجا. خب من فعلا به این کاری ندارم. اوکی شد بچه‌ها؟ تا اینجا اینو من بگیم. خیلی حالا که نیا کن، ما میخوایم چی رو به دست بیاریم؟ میخوایم این رو به دست بیاریم، میخوایم تغییرات وای، برد یعنی تغییرات وای، میخوایم این وای از چه چیزی تا چه چیزی تغییر میکنه. خب من به اون کاری ندارم، میام ببینم نیا کن خروجی این توی ماشین، خروجی این ورودی اینه، خروجی این ورودی اینه، یعنی خروجی اولی ورودی در واقع چیه؟ دومیه. خیلی خوب، خروجی یعنی چی؟ یعنی برد. خب پس ما بیاییم برد اولی رو به دست بیاریم، برد اولی یعنی من میخوام x منهای 4 تا x چهارم منهای 1 رو، بردش رو به دست بیارم. خب بچه ها نگاه کن اینجا الان چه چیزی آشنایه؟ هیچی. نگاه کن اینجا حالا این یک سوال سنگینه این قسمتش، ولی خب سوال کنکور اینقدر سخت نبوده. من اگه بیام این قسمتی که دورش آبی میکشم از یک چهار فاکتور بگیرم، یعنی بگم 4 x چهارم منهای براکت x چهارم منهای 1، همه اینجا هم x چهارم. من باز تو کلاسای تدریس گفتم اینو باید شما هم بدونین، همین سوال کنکور بوده، با این که تو کتاب نیست ولی سوال کنکور بوده شبیه این. من سر کلاسای کنکور توی چه کلاسای آنلاین چه کلاسای حضوری گفتم هر جا یه تابع براکتی دیدی یو منهای براکت یو، یو منهای براکت یو، این بردش میشه یک دندان اره‌ای که شکلش اینجوری بود، این ور بسته این ور باز، این ور بسته این ور باز، این ور بسته این ور باز، که بین نه بردش میشه از 0 تا 1. اصلا این که یو چی هست مهم نیست، تنها چیزی که مهمه که آقا هر چی اینجا هست اینجا هم باشه. خب پس نگاه کن این تابع داخل پرانتز بین 0 تا 1 تغییر میکنه، این تابع داخل پرانتز. خب این بین 0 تا 1 تغییر میکنه، این بین 0 تا 1. خب حالا ضرب در 4 شده، ضرب در 4 بشه تو 0 و 1 رو ضرب در 4 کن میشه بین 0 تا 4، یعنی الان تا این تابع کلن چی میشه؟ به این شکل میشه، یه تابعی بین 0 تا 4 میشه، یه تابع دندان الان اینجا 4، طول این هم فعلا مهم نیست، 0 تا 4 این بردشه. خب باز وقتی میگه منهای 1 از انتقالا اگه یادتون باشه یک واحد میاره پایین از انتقالا، نه چه سوالی ترکیب کردن. من پارسال برای بچه حل کردم، یه واحد در راسته بیارم پایین میشه از منهای 1 تا 3، این میشه 3 میشه منهای، یعنی چی بچه ها؟ یعنی الان یعنی اینجا اعدادی که میاد بیرون از این تابع اول میاد بیرون و میخواد بره داخل تابع، یعنی ورودی تابع اولی بشه، یه عددیه بین منهای 1 بسته تا 3 باز.
سخت‌ترین قسمت تا اینجا بود. سخت‌ترین قسمت. حالا این رو الان یاد بگیر، اینو تا اینجا اسکرین شات بگیر که یاد بگیری، من پاکش بکنم. بعد اوکی بچه، تا اینجا قبوله؟ اونایی که بلد نیستن این یومن های در واقع براکت یورو، اینو حتما فیلم های من نگاه کنن. بله، این اینه فرق تدریس یک نفری که داره جون میکنه به یک کسی که فقط میاد عدد میذاره. ما عدد گذاری که نداریم. اوکی شد تا اینجا؟ خب پس این از این. اوکی بچه، به من جواب بدید که من ادامه بدم. خب پس ما الان فهمیدیم، تا اینجا فهمیدیم که خروجی این تابع اول، خروجی اینجا یه عددیه بین 0 تا 1. خب اینو من پاک کنم، اینو من پاک کنم. خب تو همین سایت بارگذاری میشه. خب حالا بچه ها میام اینجا حالا میخوام بره توی یک تابع درجه دو، یه تابع درجه دو رسم کن ایگره مصابه ایکس، همین ایکس به توان دو، همین رو رسم کن، ایکس به توان دو رو رسم کن. خب از چه دامنه تا چه دامنی؟ دامنهش نکن منهای یک بسته، یعنی من اینجا بذارم منهای یک تا سه باز. خب بچه ها اگه من یعنی به ایکس بدم منهای یک، به توان دو میشه چند؟ یک. یعنی اینجا میشه یک، اینجا یک، بعد سه بدم میشه چند؟ نه باز. اینجا میشه نه. خب بچه ها بردش میشه چی؟ برد این تابع میشه چی؟ به من بگید بردش میشه چی؟ آفرین، از صفر ربسته تا نوه باز. فقط این سوال رو شما برید به یکی از معلماتون بگید آقا اینو برای ما حل کن، ببین چی به تعبیر میده. این خودت هم میفهمی چی هستن؟ خب صفر تا نوه. حالا این که گفتی شامل چند تا عدد صحیح فست و فلان، اینا امکان نداره. این سوال رو گرفتی؟ سوال خوشگلی بود. حالا نگاه کن، من دکترم برای چی؟ حالا سوال کنکور 99 بریم با پایین کتاب. بله اگر اجازه بدید ما حتی عقبی ها چی؟ سراسری باز می سوال مشاهده، نه این کش باشه. سوالات تجربی دفترچه اختصاصی، حالا سوال رو نگاه کن، سوال 134، من اینا رو پاک کنم. حالا ببین اون سوالی که من حل کردم سخت بود یا این؟ این اصلا در مقابل اون هیچ عددی حساب نمیشه. یعنی خب دقت کن، این دکتر برق دارم آیده. سوال سرسه این براکته، این براکته. خب گفته اگر fx این باشه 2x منهای براکت 2x
و جی ایکس این باشه، ورد تابع جی او اف چی میشه؟ بیا اول جی او اف رو بساز. جی او اف یعنی اونایی که نخوندن، جی او اف رو دقت کن، جی او اف ایکس، جی او اف ایکس رو نکن، جی او اف یعنی ایکس بره، دقت کن، ایکس بره تو اف، اف بره تو جی، ایکس بره تو اف، اف بره تو جی. خب آقای آذرپور دقت بکن، یه اشتباهی کردی. یعنی من ماشینش رو بسازم، ماشینش رو این پایین بسازم، x بره تو f، f بره تو g، این برد یعنی خروجی رو میخواد ببینه تغییرات خروجی چی میشه، میخواد ببینه اینجا چی میشه تغییرات این. خب میگه ام نداره. f چیه بچه ها؟ f یه دندان اره‌ایه. نکن u، اینجا یک u داریم، اینجا همون براکت u داریم. یعنی چی؟ اصلا اینجا دیگه خودش گفته، اصلا تو لازم نیست کار خاصی انجام بدی. یو منهای براکت یو، یو منهای براکت یو بچه ها یعنی خروجی این یه عددیه بین 0 و 1، یعنی اینجا بزرگتر مساوی 0 کمتر از 1، یعنی خروجی اف که میشه ورودی جی یا بین 0 و 1. خب حالا جی چیه؟ تابع درجه 2. یه برد تابع درجه 2 رو میخواد از ولی دامنش چیه؟ از 0 تا 1. خیلی خب من میخواد بکشمش. اینو من اگه رسم میکنم یک ریشش 4، یک ریشش 0. من اگه اینجا رسمش بکنم یک ریشه 0، یک ریشه 4 به این شکله. خب ولی از کجا خواسته بچه ها؟ ورودیم بین 0، یعنی از این مشکی، من مشکی ها از 0 تا 1 تا همینچین جایی. خب یک بدم چند میشه؟ میشه 3. یا ما نمودار میشه این مشکیه، یک بدم 3 میشه. اینجا بازم هست، چرا؟ اینجا چون یک ما بازه، یک بدم 3 میشه. خب برد ما بچه ها، برد این مشکیه چی میشه؟ میشه 0 بسته تا 3 باز، میشه گزینه 2. 0 بسته یکی از سخت‌ترین سوالایی که تو کنکور 99 بوده همین بوده، خیلی از بچه ها درک نکردن. نکن برد یعنی این دامنه، این میخوام قشنگ نکن این سوالا رو جدی بگیرید، خیلی ها نزدن اصلا. نکن این بین 0 و 1 تغییر میکنه، ایکس ما بین 0 و 1 تغییر میکنه. تو چه وقتایی میتونیم دامنه بزنیم؟ تو آیا باید زمانی که تابع خطی باشه یا بدونیم؟ من یه چیزی به بچه ها میگم نکن، نه این قدر مطلق نیست، اون براکته. آیا معوضه شما نکن، خیلی از بچه ها مشکلی که دارن اینه که الان میگم کن ببین، یه اینو من پاسخ خواهم رشیدو بدم بعد معوضه شما رو میگم. نه ما میخواییم ببینیم که آقا الان یه تا این جی ما یه تابع درجه 2ه، میخواییم ببینیم بردش چی میشه، درسته خواهم رشیدیان؟ میخوام ببینیم برد این چی میشه. بستگی به دامنش داره. بیا اول رسم بکن، من این تابع درجه 2 رسم بکنم میشه این آبیه، ولی من کل آبیه رو لازم ندارم. چرا؟ چون ورودیه من اینجا که دورش دارم رنگ قهوه‌ای میکشم، رنگ قهوه‌ای ببینم داره، رنگ قهوه‌ای خوشگل، بعد این رنگ قهوه‌ای شکم چیزه، اینجا که دارم میکشم ورودی من اینه، یعنی من همه این خطوط، این رنگ آبی که کشیدم درجه 2، همه جاهاشو لازم ندارم، فقط از خود صفر لازم دارم تا یک باز. خیلی خوب، از صفر تا یک باز رو من با این خط مشکی مشخص کردم، از صفر تا یک. پس بردش، برد من میشه همون خط مشکی که کمترین ارتفاعش صفره، بیشترین ارتفاعش 3 باز هستش. این از این موضوع. خب آیه چیز هم آقای در واقع محمدزاده گفتن کجاها در واقع ما میتونیم بدون اینکه رسم بزنیم، یعنی شما خیلی از بچه‌ها مشکلی که دارن اول بازه رو میذارن بعد انتهای بازه رو هم میذارن، میگن بردش مثلا از اینجا تا اونجا میشه. بچه‌ها یک پیشنهادی من به شما بدم، اینم اونم این که رسمش کنید، برد رو رسم کنید به جز تابع خطی. تابع خطی رو من که همشون هم یه کم کم تو طول سال هر مبحثی که بخوره در واقع به موضوع ما
حل میکنم. انشاءالله اون آخر هم یک بررسی اجمالی میکنم. ببینید بچه ها، سوال ها رو سعی بکنید از کنارشون ساده عبور نکنید، یعنی شما باید خیلی دقیق و منظم اینا رو تحلیل بکنید. بعید نیستش که از اینها سوال بیاد. خیلی از بچه ها مشکلی که توی کنکور دارن اینه که درگیر حواشی میشن، حواشی که در واقع حواشی که کجا تدریس بکنیم پس مایلو، حواشی مثل این که مثلا طرف میده تلویزیون رو روشن میکنه، بعد میبینی یک طرف میاد خب نه رسمش کاری نداشت که، بله میشه سیزی حاشیه این که مثلا یک سری روش های چرت و پرت میگن، یعنی میان به جای در واقع حل مسئله فقط به اینکه اون محصولشون رو به فروش برسونن یه سری چیزای عجیب غریبی بهتون میگن، بعد شما هم میگین آو چقدر خوب شد و فلان و اینا، بعد میری سر جلسه کنکور میبینی هیچ کدوم از اونا رو نمیتونی حل کنی. به همین درگیر حاشیه نشید. خب سوال 28 رو حل بکنید. اون سوالایی که به نظر خودم مهم هستن و شما ممکنه تو حلشون یعنی من زمانی که پاسخ تشریحی رو میذارم ممکنه به حلشون به مشکل بخوره، اونا رو اول حل میکنم که خب بعد یه سری اینا چون من پاسخ تشریحشو توی کانال گذاشتم، یعنی اونا رو خودتونم بخونید میفهمید، ولی راحت‌تر از تغییر متغیر من میخوام کار بکنم. میخوام حتما به این بچه‌ها هر موقع یک تابعی رفته بود داخل یک تابع دیگه شما میتونید از FOG و ترکیب توابع برید. دقت بکنید الان اینجا نگاه کنید، یک تابعی رفته داخل F. خب من میگم پس چی؟ چون درکش براتون واضح تره. باز این X به علاوه رفته داخل F، خروجی شده چند؟ X و منهای 4X منهای 5. خب دقت بکنید، اوکی تا اینجا؟ خب حالا با این خب نگاه کن از ما سوال چی خواسته؟ دقیقا این واسه من نگاه کن، من الان اومدم ماشین رو هر موقع، اینو یادتون باشه هر موقع یک تابعی رفته بود داخل یک تابع دیگه شما نمیتونستید در واقع تفکیک بکنید، بیا چیکار کنید؟ ماشینشو درست کنید. خیلی راحت. این اصلا هیچ کار عجیب غریبی نداره. مثلا همین قبلی یادتون هست، اصلا تو شاید بارها اگر فکر میکردی مثلا اینجا براکت X بعد به این شکل مثلا اون براکت X منهای مثلا براکت X به علاوه یک مثلا نکنید رفته به توان دو، بیاین ماشینشو بساز. ماشین خیلی راحت میکنه شما رو، کار شما رو. خب حالا میگه F رادیکال 3 به علاوه 3 به علاوه رادیکال 3 چی میشه؟ بچه ها F کجاست؟ F اینجاست. اینا روش های خاص و منحل، اینا روش هایی که در واقع شما دید تجسمی میده، دید میده کجا قرار دارید. مثلا تغییر متغیر اینا یکم دید ریاضیه، اینا یک مقدار دید بهتری میده. F اینجاست. F 3 به علاوه رادیکال 3 یعنی چی؟ یعنی 3 به علاوه رادیکال 3 رو بذار تو ورودی F. خب این تا اینجا، یه ما الان اینجا گذاشتیم
این سه بر ورودی اینه، ولی خروجی این یکی هم هست. خروجی x به علاوه یک تقسیم بر x، یعنی x به علاوه یک x هم میشه چی؟ سه به علاوه رادیکال سه. خب در واقع اینجا ما باید x رو به دست بیاریم. x رو که به دست بیاریم به جای این قرار میدیم جواب حل میشه. شما اینجا نگاه کن، ما باید x رو به دست بیاریم. خب اینجا x به علاوه یک روی x داریم دیگه. سوال واضحه، نگاه کن اگه x رو بر x تقسیم کنیم، اینو هم بر x جدا تقسیم بکنیم به این شکل میشه، میشه x روی x به علاوه یک x هم مساوی با سه به علاوه رادیکال سه. خب نگاه کن x با x خط میخوره میشه یک، یک میره اون بر، پس یک x هم میشه چند؟ دو به علاوه رادیکال سه. ما x رو میخواییم دیگه، درسته؟ معکوس کن، x میشه یک روی دو به علاوه رادیکال سه. چون پایینه حال نمیده، ضرب در گویاش بکن، یعنی اینو گویا بکن، دو منهای رادیکال سه، دو منهای رادیکال سه. اگه من این کار رو بکنم پایینه کن اتحاد مزدوجه، میشه چی؟ دو در دو میشه چهار، رادیکال سه در رادیکال میشه منهای میشه منهای سه، بالا هم که میشه دو منهای رادیکال سه، خب پایین که میشه یک. پس ما الان x ما به دست اومد چند؟ دو منهای رادیکال سه. خب بچه ها الان من بذار یه توضیح بدم، حالا اونایی که شاید ترکیب تعابر با من نخونده باشن اینجا یک مقدار مشکل بخونه. گفته f رادیکال سه چی میشه؟ خب f سه به علاوه رادیکال سه، f سه به علاوه رادیکال سه یعنی چی؟ یعنی سه به علاوه رادیکال سه رو بذار تو ورودی f. خب حالا f سه به علاوه رادیکال سه کجاست؟ هم اینجا میشه f سه به علاوه رادیکال سه، f سه به علاوه رادیکال سه همین بیرون هم هست، یعنی اینجا، اینجا میشه f بر... این هم اون میشه هم این میشه، که هر دوتا هم باید با هم برابر باشن، یعنی مقدار f سه به علاوه رادیکال سه باید برابر باشه با x دو منهای 4 x منهای 5. درسته تا اینجا؟ خب ما الان مقدار x رو به دست آوردیم، از این کارهایی که انجام دادیم مقدار x رو به دست آوردیم. حالا توی این به جای x قرار بده این رو، یعنی دوی منهای رادیکال سه رو. اگه من دوی منهای رادیکال سه رو به جای x این قرار بدم چه اتفاقی میفته؟ خیلی به توان دو برسونید، به توان دو برسونید خیلی راحت میشه. اگه من به توان دو برسونم، نگاه کن من ریز بنیستم دوی منهای رادیکال سه، به توان دو برسونم دوی منهای رادیکال سه، دو به توان دو میشه چهار، منهای رادیکال سه به توان دو میشه مثبته در واقع سه، بعد دو برابر اولی در دومی میشه دو تا چهار تا منهای چهار تا رادیکال سه. خب بعد منهای 4 رو در x ضرب کن، منهای 4 رو در x ضرب کنم میشه منهای 8 به علاوه 4 تا رادیکال 3، یه منهای 5 هم اون آخر داریم. خیلی خوب، حالا چه اتفاقی میفته؟ این رادیکال x نیست، این رادیکال 3. خب اینجا نکن، این با این خط میخوره، 4 به علاوه 3 میشه 7، منهای 8 میشه منهای 1، با منهای 5 میشه منهای 6، چه گزینه ایه؟ سه. پس یک در واقع سوالی که اصلا توش خبری از ترکیب توابع نبود، ولی من با ترکیب توابع حلش کردم و مفهومش رو خیلی راحت تر میفهمید. پس x میره توی یک تابع به نام x برای x و باز میره توی f، خروجی f شده x دو منهای، اینو باید بفهمید بچه ها، ببینید حفظ نکنید، این رو بفهمید، همین ماشین رو بفهمید، خیلی از مشکلات شما حل میشه. باز انشاءالله ما تو ترکیب توابع مثالای بیشتری من حل میکنم که متوجه بشید. خب f رادیکال f 3 به علاوه رادیکال 3، 3 میشه چی؟ ورودی f. درسته؟ 3 میشه ورودی f. خب پس من اینجا 3 به علاوه رادیکال 3 رو میذارم اینجا، نکن 3 به علاوه رادیکال 3 رو میذارم اینجا، که این 3 به علاوه رادیکال 3 ماژیکیش میکنم. میخوام این سوال رو قشنگ بفهمید، خروجی اینه؟ خروجی این یعنی چی؟ یعنی من به جای x چه عددی بذارم؟ دقت کنید، من به جای x چه عددی بذارم که مقدار همین x به علاوه 1x
x به علاوه 1 x بشه 3 به علاوه رادیکال 3. خب حالا از تغییر متغیر اگه براتون آسان‌تر بود از اون برید، اب نداره. حالا ولی من می‌خوام اینجا مفهوم در واقع ماشین رو بفهمید. خب حالا 3 به علاوه رادیکال 3 که اینجا هست میشه ورودی f، درسته؟ که حالا این از سوال از ما چی رو خواسته؟ f 3 به علاوه رادیکال 3. بچه‌ها f 3 به علاوه رادیکال 3 میشه خروجی f که اینجا باید باشه. f 3 به علاوه رادیکال 3 که حالا این خروجی باید با این برابر باشه. ولی ما اینجا نمی‌خوام مقدار x رو نداریم. مقدار x رو نداریم. خب حالا میام چیکار می‌کنیم؟ میام از این اول، از این قسمت اول که الان براتون قهوه‌ای می‌کنم، از این قسمت اول که براتون قهوه‌ای می‌کنم، از اینجا مقدار x رو به دست میاریم. نکن از این قسمت مقدار x رو به دست میاریم، بعد اینجا به جای x قرار میدیم که به دست میاد f3 به علاوه رادیکال 3. ولی از تغییر متغیر هم میتونید استفاده کنید. تغییر متغیر بهتون گفتم دیده در واقع چیز نمیده، دیده مفهوم ریاضی رو بهتون نمیده، برای همین من از این روش رفتم که یک مقداری درک بهتری داره. خب یک سوال دیگه هم من حل بکنم، سوال 43، بعد بقیهش هم که دیگه توی جزوه هست انشاءالله جلسه بعد سوالای مربوط به نمودارشناسی رو حل میکنیم که سوال فصل بعدشه. بقیهش 43 رو بیارین. آره این 43 رو بیارین بعد دیگه خسته نباشید دیگه. خب 43 سوال قشنگیه. چند میشه؟ خیلی ساده است. تو حل نشد؟ من منتظرم. نگاه کنید برای حل این، ببینید این براکت x رو من میارم این سمت، میشه x منهای براکت x مساوی با 1/4. خب یک روشی هست به نام یک روشی هست به نام حل در واقع معادلات به روش ترسیم. بچه‌ها نگاه کنید زمانی که معادله در واقع تابع سمت چپ و سمت راست از یک جنس نبودن میتونید رسم کنید. رسم کلن چیز خوبیه. خب این نکنه یک تابع دندان ارهیه، چون اتفاقی هم روی x نیفتاده طول بازه ها یکی یکی هستش. من اینو بخوام رسمش کنم چجور رسم میکنم؟ به این شکل. بهتون گفتم سر کلاس ها، گفتم یک تابع در واقع با یه خط با ارتفاع یک رسم میکنم، این ارتفاع یک، طول بازه ها هم یکی یکی هست، این میشه یک، این میشه دو، این میشه منفی یک، این میشه منفی دو. خب نگاه کن بعد این قطر اصلی رو رسم میکنم. خب من اگه این کار رو انجام بدم، حالا بعد گفته دروازه منهای دو تا چهار، این من تا چهار ادامه بدم، اینو حتما براکت پارسا اومده هر سال دیگه از بعد حتما خواهیم داشت. اینجا سه بعد چهار، چهارم این بر بسته، اینجا چهارم که چون بسته است چهارش میفته رو صفر. خب بعد خط ایگرگ مساوی با یک چهارم کجا میشه؟ من با نمودار مشکی میکشم اینجا میشه. خب در چند نقطه با هم برابرن؟ یک اینجا با هم ارتفاعشون برابره، اینجا برابر میشه دوتا، سه تا، چهار تا، پنج تا، شش تا، پس میشه شش نقطه. سوالی که به ظاهر فکر میکنید
سنگینه ولی در باطن به این شکله. حتما این رو یاد داشته باشین. پس هر موقع دو سمت نمودار از یک جنس نباشه، دو سمت نمودار از یک جنس نباشه، رسمش بکنید، بعد ببینید کجا با هم برخورد دارن. هر جا که با هم برخورد دارن اونجا با هم برابر هستن و معادله به اون یعنی تو این نقاط، تو این نقطه، تو این نقطه، تو این نقطه، تو این نقطه، سمت چپ با سمت راست برابر میشه. بنابراین 6 تا جواب داره. خیلی خوب، اینم از این فصل تابع از سالم. البته سالم بعدیش هم واقعا مهمن، تحلیل میخواد، دقت میخواد. اینا رو ان شاء الله حتما کار بکنید تا به یک نتیجه خیلی عالی برسید. اون خط مشکی، این خط ایگرگ مساوی با 1/4 بود. حالا حل معادله به روش ترسیم رو انشالله باز تو جلسات بعد هم من براتون حل میکنم. حتما باید بتونید دو طرف رو رسم بکنید، بعد با هم برابر قرار بدید، نقاط برخورد میشه نقاط. یک سوال هم شبیه این توی چیز اومده بود، عرضم حضور کانون این دفعه اومده بود، اونو حتما کار بکنید. نه من خراسان شمالی هستم ولی شمالی نیستم. شما از کدوم شهر نهای زاری؟ بوشهر. خیلی هم عالی. خیلی خوب، انشالله که موفق باشید. بچه الان کجایین؟ الان هم مشهدم. لهجه های خلو لهجه، نه ما خراسانی و شماره خیلی شبیه هم نیستن. نه بابا ما اصالتا ترکیم و هم یکم لهجه حالا مشهدی. من دیگه لهجه ترکی و مشهدی اینا با هم قاطی شده دیگه، یک ترکیبیه. خیلی خوب، ان شاء الله که موفق باشید. خداحافظ شما.